مزمور 27 3 الا 5 نیز اشاره به همین میکنه اعلام میکنه اگر لشکری لشکری از رنج ها لشکری از ویروس ها لشکری از تمام برشکستگی های اقتصادی لشکری از افرادی که بر علیه ما هستند دور و نزدیک هر چی که شما فکر میکنید بد هست اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید یعنی فکرم نخواهد ترسید چون فکرش تنها نیست فکرش با فکر خداست تکیگاه قوی داره اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید اگر جنگ بر من برپا شود یعنی تمام قدرت‌های شرارت بر علیه من بازم میگم دور و نزدیک به جسمم به روحم به فکرم به آرزوهای دلم به رویاهام حمله بکنن به بیزینس هم حمله کنه به خانوادم حمله کنه به بچم حمله کنه به کلیسام حمله کنه بر من برپا شوم در این نیز اطمینان خواهم داشت یک چیز از خداوند خواستم یک چیزی رو یک مطلبی رو و آن را خواهم طلبید یعنی اعلام میکنه که آن چی گفتی به طلبید از من ب... من میطلبم که تمام ایام عمرم تمام ادامه حیاتم در خانه خداوند ساکن باشم یعنی اینکه من تکیه هم بر خدا باشه قانه خداوند یعنی فکر من مرکزی باشه که خدا درش داره میره میاد عبور میکنه باغ عدنه فکر من باغ عدنه یعنی محل ملاقات با خداست من در فکرم با خدا زندگی میکنم و چون در فکرم با خدا زندگی میکنم در احساسم خدا وجود داره در سخنم خدا وجود داره امید هست آرامش هست اتوریتی هست اقتدار هستش صلح هست سلامتی هست شفا هستش و باعث سلامتی و شفا نیست خواهد شد و ادامه میده تا جمال خداوند را مشاهده کنم یعنی از خدا بشنوم زیبایی ها راه ها روش ها امید ها رو بشنوم از خدا نسبت به مشکلاتم نسبت به حملات نسبت به هر موقعیت که تو زندگی من نسبت به ویروس کرونا نیز بشنوم من گواهی های بسیاری دارم در این روزها که ایمانداران رفتن مراجعه کردم به مراکزی که برای تست کرونا بوده و کرونا وقتی تست کردم کروناشون مثبت بوده آمدن براشون دعا کردیم و خودشون دعا کردن و دوباره تو دو سه روز بعد رفتن مراجعه کرد، تست کردن تست گرفتن منفی شده حتی یکی از این عزیزان که اگر بشه اگر خودشون صلاح بدونن سعی میکنم تو این هفته ها بیارم و باشون صحبت کنم ایشون میگفتش که دو وقتی رفتم دکتر گفت تو که تازه اومده بودی برای چی اومدی گفت من دعا کردم واقعا این حرفا چی برو لطفا گفت با بچم رفتم اونجا و تست دادم و خود پزشکم موند گفت عجیب منفیه هر دو منفی هستید ما نی ایما رو داریم فکر ما تنها نیست عزیزان ما در تنهایی افکار زندگی نمی چون خدا با ما هستش و نیز ادامه میده و در هیکل او تفکر نمایم یعنی تفکر خدا جایگاه تفکر من بشه یعنی من با خدا در تفکر هستم ترسام برم در حضور خدا نگرانی برم در حضور خدا آشوب زندگی برم در حضور خدا بی که روی زمین هست برم در حضور خدا سرزمین عزیزم که این همه تحت ظلم و ستم هست میبرم در حضور خدا کسایی که به من حمله میکنن میبرم در حضور خدا با خدا یک تماس دارم تا نور پر جلال خدا بر فکر من بتابه و فکر تاریک و ترسان من رو نیز شفا بده ادامه میده زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته است در روز سختی در روز کرونا در روز بیکاری در روز مریضی در روز مصیبت ها در روز از دست دادن عزیزان در روزی که شیطان مرا تهدید مستقیم و غیر مستقیم میکنه من ایمان دارم که خدا با من است و ادامه میده در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت حفظ میکنه اجازه نمیده حتی کسی ببینه بارها من این تجربه را داشتم وقتی رفتم در حضور خداوند گفتم خدای من میخوام این کار انجام بدم این کار رو انجام بدم کلیسا رو میخوام ببرم تو این مرز باور کنید خدا با قلبم صحبت کرد هیچ کاری نکن گفتم آخه خداوند خیلی خوبه مینیستری ما رشد میکنه همه متوجه میشن خدا گفته اتفاقا میخوام هیچ کس متوجه نشه هیچ کاری نکن رسول بذار من عمل کنم و اونجا بوده که من سکوت کردم ولی پیروزی های بسیاری رو دیدم چون شیطان دنبال این میگرده وقتی پیروزی های ما رو میبینه به ما حمله میکنه همه ایمانداران همه خادمین همه شبانانی رو تجربه کردم وقتی ما به پیروزی ها میرسیم حمله میشه حالا این حمله به نوعهای مختلفی هست حمله میشه اما وقتی که من در فکرم خدا رو دارم من تنها نیستم من یهوه خدای زنده و خدای حقیقی رو دارم من خداوند عیسی مسیح رو دارم هرگز نخواهم ترسید و باز ادامه میده و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت یعنی اینکه حقیقتا من در مکانی پیروز هستم من در مکان موفقیت ها هستم من در مکانی هستم که ایمان دارم که خدا حافظ من هست تا به ابد یعنی تا به رستگاری